تئوری انتخاب درآمدی بر روانشناسی امید دکتر ویلیام گلسه ترجمه دکتر علی صاحبی بخش سوم کار فصل دوازده اجتماع مطلوب و شایسته همه ما این تجربه را داشته ایم که افرادی کاملا غریبه و ناآشنا به ما لطف و محبت کرده باشند وقتی سیل، طوفان، زلزله یا انفجاری رخ می دهد، مردم سراسر کشور برای حمایت از آسیب دیدگان پیشتازی می کند. حتی وقتی خبر گیر افتادن یا گم شدن یک نفر در قار یا کوهی اعلام می شود، مردم در هر کجا که باشند نگران حال او می شود. وقتی به غریبه ها کمک می کنیم، از آنجایی که میدانیم این کمک رسانی موقت و کوتاه مدت است، هیچ چیز از آنها نمی خواهیم به جز این که کمک ما را بپذیرند در چنین مواقعی تنها تصویری که از این غریبه ها در دنیای مطلوب خود داریم یاری رساندن به آنهاست چون از این غریبه ها هیچ توقعی نداریم کنترل بیرونی در این نوع کمک رسانی ها نقش چندانی ندارد ولی وقتی با زن، شوهر، فرزندان، والدین، دانش آموزان یا کارکنان خود هستیم برای هر کاری که انجام می دهیم انتظاری از آنها داریم و روش کار ما نیز روانشناسی کنترل بیرونی است. این کتاب بر افراد و اینکه تئوری انتخاب را می آموزن تا بهتر با یکدیگر کنار بیایند تاکید دارد. امید است که افراد بسیاری دست به این انتخاب بزنند ولی با وجود این هنوز با آدم های بسیاری رو در رو خواهیم شد که از تئوری انتخاب استفاده نمی کنند و در روابط خود به کنترل بیرونی متوصل می شود. اگر حتی همسر، والدین، مدیر یا رئیس شما از تئوری انتخاب استفاده نکند باز هم به سود شماست که از تئوری انتخاب استفاده کنید. ولی اگر آنها هم از تئوری انتخاب استفاده کنند شرایط بهتری برایتان میآفریند در جاهای مختلف اشاره کردم که اگر جامعه از کنترل بیرونی به تئوری انتخاب روی آورد چقدر شرایط بهتر خواهد شد از این رو من ایده اجتماع مطلوب و شایسته را که جامعه کاملا متعهد به تئوری انتخاب است به تصویر کشیدم اجتماع مطلوب جایی است که نگران نیستید دیگران به انجام کاری مجبورتان کنند که دوست ندارید انجام بدهید. افراد چنین اجتماعی قبل از هر گونه اقدامی از خود میپرسند آیا این کار من باعث می شود به دیگران نزدیکتر شوم یا مرا از آنها دور می کند؟ در چنین اجتماعی وقتی در روابط خود با دیگران از تئوری انتخاب استفاده می کنید می توانید انتظار داشته باشید آنها نیز در برخورد با شما از تئوری انتخاب استفاده کنند. به دلیل وجود همین آرمان بران شدم که تمامی افراد یک محله را قانع کنم تا درباره یادگیری تئوری انتخاب خوب فکر کنند. اگر می توانستم به تعداد زیادی از افراد محله از جمله برخی از افراد با محله بگویم و نشان دهم آموختن این مطالب چقدر مفید است و ارزش یادگیری دارد دیگر لازم نبود مقدار زیادی از وقت و پول محله صرف یادگیری چگونگی استفاده از آن شود چرا که این کار خود به خود انجام می گرفت و اگر این محله مبتنی بر تئوری انتخاب شکل می گرفت به احتمال زیاد مطالب دهان به دهان در تمام محله میچرخید و به تمام لایه های اجتماع نفوذ می کرد. اما چگونه میتوان ارزش این افکار و ایده ها را به تمام افراد یک محله نشان داد و متقاعدشان کرد کتابی بخوانند که به آنها میگوید در شیوه زندگی کنونی خود تجدید نظر کنند. به وضوح به یاد می آورم که پدرم چقدر از زیر و رو کردن زغال ها در بخاری برای آن که بهتر به سوزد متنفر بود. تا اینکه در پایز 1932 دو مرد شیک برای سه شب متوالی به منزل ما آمدن و با پدرم حرف زدن. به حرفایشان گوش می دادن. او دوست داشت وقتی کاری انجام می دهد در کنارش باشم. اینکه بسیاری از حرفهای آنها را درک نمی کردم آن دو از من خیلی تعریف کردند و از توجه آنها به خودم خوشنود بودم. این دو نفر کارمند شرکت گاز بودند و میخواستند پدرم را متقاعد کنند به جای بخاری زغالی در منزلمان بخاری گازی نصب کنیم. بخاری گازی را شرکت رایگان در اختیار میگذاشت و تنها لازم بود پول گاز مصرفی را بپردازیم. پدرم پذیرفت و آنها یک ترموستات به دیوار منزل ما نصب کردند همسایه ها به این بخاری گاز سوز بدبین بودن و می گفتن، حالا دیگر اختیار شما به دست آنهاست اگر بخاریتان خراب شود یخ می زنید و اگر هم خوب کار کند باید کلی پول گاز بپردازید اما شما می توانید پایان قصه را حدس بزنید پدرم درست می گفت هیچ کس تا کنون در مبارزه برزده پیش رفت پیروز نشده است اگر این کتاب بتواند متقاعدتان کند که تئوری انتخاب هم نوعی پیشرفت است شما نیز آن را میپذیرید اگر بخواهم به اجتماع و محله تئوری انتخاب را عرضه کنم باید لباسم را بپوشم با مردم نشست و برخواست کنم و فایده اجتماع مبتنی بر تئوری انتخاب را برایشان توضیح دهم همچنین باید به خاطر داشته باشم این نظریه چگونه به فرزندانشان کمک خواهد کرد چیزی که کارکنان شرکت گاز درباره من از یاد نبردند و به خاطر آینده من انجام دادند. در پایان زمستان 1997 برای من برنامه ریزی کرده بودند تا در خصوص ایده مدارس کیفی خودم برای اهالی محلی کورنینگ نیویورک سخنرانی کنم. درخواست کردم در صورت امکان من و کارولین شب قبل از سخنرانی درباره مدارس در خصوص کاربست تئوری انتخاب در زندگی زن و برای مردم محله صحبت کنیم. سپس به فردی که رابط سخنرانی ها بود گفتم دوست دارم بحث را به ازدواج محدود نکنم و درباره آموزش تئوری انتخاب به اجتماع و محله حرف بزنم. البته اگر سخنرانیم درباره ازدواج با استقبال روبرو شد. میدانستم ظرفیت سالن بیشتر از 600 نفر نیست. به یاد کارمندان شرکت گاز افتادم و هیچ فرصتی را از دست ندادم. از این رو آن شب کت و شلوار شیک پوشیدم و بهترین کرواتم را بستم. ابتدا درباره کاربرد تئوری انتخاب در ازدواج توضیح دادم و به این واقعیت اشاره کردم که در جامعه ما ازدواج خوشنود و پایدار به خطر افتاده است. خیلی زود متوجه شدم جمعیت حاضر به دنبال چیزی بیش از یک سخنرانی است و تصمیم گرفتم گفته هایم را در عمل نشان دهم. از رئیس آموزش و پرورش منطقه وینسکوپولا خواستم جلو بیاید و نقش یک شوهر ناراضی را بازی کند. کارولین هم نقش یک زن عصبانی و ناراضی را ایفا کرد. من هم در نقش مشاور بودم و به مردم نشان دادم چگونه از واقعیت درمانی ساختمند برای مشاوره زناشویی استفاده می کنم. کارولین و وینس در حد بازیگران برنده جایزه اسکار نقش خود را بازی کردند. هزار از خنده رودبار شده بودن در آنجا لازم نبود منظورم را کلمه به کلمه توضیح دهم میتوان گفت با این نمایش کوتاه مردم ارزش یادگیری تئوری انتخاب را به چشم خود دیدند در حالی که توجه اهالی این محله را جلب کرده بودم به آنها پیشنهاد دادم اگر بخواهند میتوانند پیشگام آموزش این مفهوم جدید به تمام اهالی منطقه باشند و از آن در تمام جنبه های زندگی شخصی خود استفاده کنند بعد از آن سخنرانی در همهمه ها و جنب و جوششان علاق مندی آنها را احساس می کردم. برخی از مردم به جایگاه سخنرانی آمدند و با من و کارولین حرف زدند. با رئیس پلیسی از اهالی محله حرف زدم که می گفت تئوری انتخاب ممکن است بتواند خشونت خانگی را کاهش دهد. خشونتهایی که برای افسران پلیس یکی از سختترین شرایطی است که با آن سر و کار دارند روز بعد وقت ناهار حدود سی نفر از بزرگان این محله با من و کارولین ملاقات کردند و در مورد این ایده بیشتر با هم گفتگو کردیم. آنها نگران این بودند که وقت و پول خود را صرف چیزی کنند که هنوز آن را نفهمیدند. پس از اینکه تئوری انتخاب را برایشان بیشتر توضیح دادم، بیشتر علاقه شدند. شدن. ولی هنوز با شک و احتیاط به آن می نگریستن. در نهایت گفتند که بعد با من تماس خواهند گرفت. به نگرانی های آنها خیلی فکر کردم همچنین میدانستم آن افراد نگران چیز دیگری هم هستند که آن را بیان نکردند. همان همسایه های شکاکی که طبق معمول خوشحال می شوند به آنها بگویند دستتان انداختند. ولی در اینجا مانع و مخالفت خیلی بزرگتر از چیزی بود که پدرم برای موافقت با نسب بخاری با آن روبرو بود. اگر آنها میپذیرفتند این معامله را انجام دهند آن وقت ممکن بود آنها همسایه های خود را مسخره کنند. چیزی که من از ساکنان محل میخواستم بسیار بیشتر از چیزی بود که پدرم با آن موافقت کرده بود. از آنها میخواستم نه فقط بخاری که تمام اجاقهایشان را گازی کنند. در اقدامی برای کاهش نگرانی هایشان به مارجوری ونویلیت که نقش رابط بین ما و آنها را داشت نامه ای نوشتم تا آن را با کمیته غیررسمی کوچکی که پس از زیافت ناهار تشکیل شده بود در میان بگذارد. دعوت ای برای محله کورنینگ نیویورک از طرف ویلیام و کارولین گلسه به دنبال پیگیری پیشنهاد و بازدیدی که اخیرا از محله شما به عمل آوردیم تا به اولین محله مطلوب بر اساس تئوری انتخاب تبدیل بشوید مایلیم نظرات خود را به شهر زیل با شما در میان بگذاریم وقتی در کورنینگ بودیم از محله شما خواستیم با مؤسسه ویلیام گلاسر قراردادی امضا کنند و همچنین در خصوص هزینه آموزش این مفاهیم به تمام جمعیت محل توضیح دادیم. از آن پس به این نتیجه رسیده ایم که شما برای تصمیم گیری نهایی به اطلاعات بیشتری نیاز دارید. قبل از امضای هر گونه قراردادی من و کارولین مایلیم یک سمینار پیگیری مطالبی که در دوازده مارس ارائه کردیم را در ابعادی گستردهتر در آخر هفته اجرا کنیم. یک آموزش گروهی شبیه همان کاری که دوازدهم مارس انجام دادیم اما با گروهی بزرگتر از شرکت کنندگان ترجیح می دهیم این سمینار را در آخر ژانویه برگزار کنیم چون در آن زمان کتاب تئوری انتخاب درآمدی بر روانشناسی امید هم چاپ می شود. این کتاب نه تنها تئوری انتخاب را به تفصیل شرح می دهد بلکه نشان می دهد جامعه چگونه می تواند آن را در عمل به کار گیرد. در این سمینار دو روزه ما نظرات خود را بیان می کنیم و به صورت عینی در معرض دید شما قرار می دهیم و به گروه های کوچک تقسیمتان می کنیم تا بتوانید درباره مطالب ارائه شده بحث و تبادل نظر کنید. سپس بر اساس خانده ها و شنیده های خود داده های عینی برای تصمیم گیری نهایی در اختیار خواهید داشت. تا آن زمان ما هم به اندازه کافی وقت داریم تمام جوانب را بررسی و به طور دقیق تری هزینه این کار را برآورد کنیم. آنچه اکنون لازم داریم تعهد برای برگزاری سمینار آخر هفته در جانبی است. این گروه می تواند هر چقدر که میخواهید بزرگ باشد. ولی تمام کسانی که میخواهند در سمینار شرکت کنند باید کتاب را بخوانند. چون این برنامه می تواند تمامی روابط به ویژه روابط خانوادگی را بهبود بخشد. به خانواده ها این فرصت را می دهد تا از سمینار الگوبرداری برداری و در خصوص محتویان اظهار نظر کنند. همچنین ما خواستار حمایت همه جانبه هستیم. اگر مردم چیزی که ما ارائه می کنیم را برای از ما بهتران تلقی کنند یا از نوع برنامه هایی بدانند که می گوید ما می دانیم چه چیزی برای شما خوب است هرگز نمی تواند مؤثر واقع شود. همچنین برای این برنامه بسیار مهم است که آن را محلی برای کسب درآمد کارولین من یا مؤسسه ویلیام گلاسر تلقی نکنند. قلب ما برای این ایده ها می تپد و روی کرده اجتماع محور تنها راهی است که می توانیم خط مستقیم و هموار پیشرفت انسانی را تعالی بخشیم. جهان امروز به چیزی بیش از کلام و کتاب احتیاج دارد. جهان نیازمند اجتماع و محله ای است که از آن الگو برداری کند. امیدواریم کورنینگ بتواند این الگو باشد. به شما اطمینان می دهیم برای توفیق شما از هیچ تلاشی فرگذاری نمی کنیم. اول آپریل 1997 مردم کورنینگ در عین احتیاط از خود شور و نیز نشان میدادند آنها توافق کردند صد نفر که به نوعی نمونه معرف آن محله به شمار میآورند کتاب را بخوانند که تا اول ژانویه 1998 به دستشان می رسید. سپس این صد نفر و کسانی که کتاب را خانده اند در اواخر ژانویه در سمیناری دو روزه با من و کارولین شرکت کنند و در آن نشست در خصوص اقدامات بعدی تصمیم بگیریم. ما گفتیم از آنجا که آنها میخواهند در این حرکت پیشگام خود را متعهد کنند ما هم تا شروع پروژه اصلی جز هزینه سفر چیز دیگری نمیخواهیم. البته برخی ها هم پیشنهاد کردند برای صرف جویی در هزینه هتل در منزل آنها اقامت کنیم. برای من این یک تجربه یادگیری شگرف بود. از مدرسه شواب در سینسیناتی هم که 17 روز برای آموزش و یادگیری در آنجا وقت صرف کردم چیزی دریافت نکردم. اگر آن وقت را در شواب صرف نکرده بودم دیگر چیزهایی را که درباره آموزش و پرورش در این کتاب آوردم به خوبی نمیدانستم. همانند مدرسه شواب از اهالی کورنینگ پولی نمیخواستم و انتظار هم نداشتم با من قرارداد رسمی امضا کنم. کاری که در شواب کردیم به بار نشسته بود و کورنینگ نیز اگرچه پروژه بزرگتری بود حداقل در آغاز کار آسانتر به نظر می رسد. در ادامه این فصل نظرات و دیدگاه هایم را درباره محله مطلوب و آنچه باور دارم در محله کورنینگ انجام خواهیم داد توضیح می دهم. تا زمانی که در ژانویه 98 با اهالی کورنینگ ملاقات کنیم. تاریخچه این چشمانداز تصور چشمانداز یک محله مطلوب مبتنی بر تئوری انتخاب بدون آن که آگاه باشم به اوایل سال 1960 برمیگردد. خیلی قبل تر از آن که در خصوص چیزی که امروز تئوری انتخاب نامیده می شود فکر کرده باشم. از سال 56 تا 67 روان پزشک جایی بودم که بعدها نام آن را مدرسه دخترانه ونتورا گذاشتند. دارال تعدیبی که تحت نظر اداره نگهداری کودکان ایالت کالیفرنیا بود. در این مدرسه تازه تأسیس که در سال 1962 ساخته شده بود، 400 دختر بزهکار نوجوان نگهداری می شدن. اتفاقاتی که در آن مدرسه رخ داد را در اینجا شرح می دهم. حالا میدانم که در آنجا یک اجتماع مطلوب ایجاد کرده بودیم ما برای این دختران که دنیایشان با سیم خاردار و دیوارهای بلند محصور شده بود پدر مادر مشاور و معلم بودیم و بدون آن که از تئوری انتخاب آگاه باشیم آن را به کار می گرفتیم. تمام کارهایی که در آنجا انجام میدادیم با هسته مرکزی این تئوری آزموده می شد. آنچه اکنون انجام می دهیم ما و دختران را به هم نزدیکتر می کند یا دورتر. این دختران روانشناسی کنترل بیرونی را تجربه کرده بودند و بیش از هر گروه دیگری بین ما و آنها فاصله ایجاد شده بود. آنها جرم مختلفی مرتکب شده بودند. تقریبا همگی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بودند و تقریبا تمامیشان سابقه مصرف مواد مخدر داشتند. این دختران در خیابانها پرسه می‌زدند و از محدودیت و زندانی شدن متنفر بودند کار به جایی رسید که وقتی میخواستند مدرسه ما را ترک کنند معمولا پس از ده ماه تعدادی از آنها را باید با ژاکت مخصوصی که به افراد پرخاشگر میپوشاندند تا خود را زخمی نکنند به منزلشان میبردند آنها نمیخواستند مکانی را که برای اولین بار در عمرشان به ایشان توجه و محبت نشان داده بود ترک کنند بسیاری از این دختران دیگر به سمت خلافکاری نرفتند و میزان موفقیت آنها در دوری جستن از خلاف در دوران آزادی مشروط بسیار بالا بود. اگر این امکان وجود داشت که پس از آزادی آنها را به یک محله مطلوب منتقل کنیم جایی که در آن روابط انسانی مهمترین چیز دانسته شود میزان موفقیت از این هم بیشتر میشد. در این حال اگر در یک محله مطلوب بزرگ شده و به مدرسه کیفی رفته بودند، هرگز از ونتورا سردر نمی آوردن. سحنه هایی که در سطور بعدی توصیف می کنم جوهره یک محله یا اجتماع مطلوب است. هر محله یا اجتماعی اگر بخواهد تئوری انتخاب را بیاموزد و آن را به کار گیرد می تواند همین روش ها را دنبال کند. اگر موافق باشید که آنچه ما انجام داده ای موثر بوده و بپذیرید که می توانید این کارها را در زندگی خودتان هم انجام دهید به عنوان یک فرد شما آماده این حرکت هستید. برای شروع صد نفر از جمله برخی از افراد متنفظ محله خود را متقاعد کنید تئوری انتخاب موثر است. با این کار تشکیل یک اجتماع مبتنی بر تئوری انتخاب را آغاز کرده اید. در مدرسه ونتورا هر یک از دختران اتاق خاص خود و کلیدش را در اختیار داشت ولی برای رعایت موارد امنیتی شبها درهای مدرسه قفل و صبح تمام درها باز می شود. هر روز صبح مسئول اتاقها به تمام اتاقهای طبقه بالا و پایین سر میزد و کمک می کرد پنجاه دختر برای شروع روز آماده شوند. زمانی سختی کار او را می فهمید که خودتان در منزل یک دختر نوجوان داشته باشید. دختران به او مادر می گفتن و او را مثل مادر خود می دانستن. خوابگاه خانه ی آنها به شمار می رفت. گاه گاهی با مشکلاتی مواجه می شدیم ولی به دلیل روش کارمان زیاد طول نمی کشید. روش هایی که در مثال زیر به خوبی نشان داده شدند. روز قبل دختری تنومند با ظاهری خشن به نام تریسی را که بسیار تند و عبوس به نظر می رسید به مرکز ما آورده بعد از آنکه کارکنان مرکز و دخترها پذیرش و دیگر کارهای لازم را انجام دادند، هنگامی که برای خوابیدن به تخت خواب خودش می رفت تقریبا با جایی که قرار بود زندگی کند کنار آمده بود. اما صبح به جای آنکه اتاقش را مرتب کند روی لبه تخت نامرتبش نشسته و منتظر بود وقتی سر میز صبحانه حاضر نشد مادر خوابگاه به اتاق او رفت و پرسید به کمک احتیاج داری تریسی که از قبل برای این صحنه نقشه ریخته بود او را به باد فحش و تهدید گرفت مادر خوابگاه سعی کرد ترسی را آرام کند و معدبانه از او خواهش کرد تختش را مرتب کند و همچنین اضافه کرد که بیاید صبحانه بخورد و بعد از صبحانه با هم صحبت کند. همچنین به او گفت اگر هنوز ناراحت هستی مجبور نیستی امروز به مدرسه بری. موضوع تخت خوابم نیست. اگر میخواهی این تخت لعنتی مرتب باشه خودت این کار را بکن. خیلی شانس آوردید که تمام اتاق رو به هم نریختم. من درخواست نکردم اینجا بیام. چرا شماها دست از سرم بر نمی دارید؟ هر وقت که دلم بخواد خودم میام. تمام دخترها تختایشان رو خودشان مرتب میکنن. من از تو چیز خاصی درخواست نکردم. خب دیگه سری تخت رو مرتب کن تا بریم صبحانه بخوری. دخترها سراغ تو می گیرن و امیدوارن اینجا خوش باشی. توجه داشته باشید که مادر خوابگاه هیچ توجهی به دشنامها و تهدیدهای او نداشت و خصومت او را با مهربانی پاسخ میداد. او در خصوص رفتار با تازه واردهای خشمگین بسیار با تجربه بود. باشه برای صبحانه میام ولی تخت رو مرتب نمی کنم. این یک نکته مهم بود. مقررات این بود که همه تخت خواب خود را مرتب کنم. پس ترسی هم موظف بود تخت خوابش را مرتب کند و در این حال مهمترین بود که از این دختری که با عالم و آدم بیگانه است ما نیز خود را دور نکنیم. مادر خوابگاه می دانست چی کار باید بکند. لحظه این مکس کرد تا ببیند چگونه میتواند با این موقعیت برخورد کند. تا هم تخت خواب مرتب و هم به ترسین نزدیک شود. اگر تئوری انتخاب را بدانید برای این گونه موقعیت ها تقریبا همیشه می توانید راه حلی پیدا کنید. اگر تمام افراد اجتماع تئوری انتخاب را می دانستند به راحتی می توانستند مشکلاتی از این دست را که در خانه، مدرسه و محله پیش می آیند خیلی بهتر از آنچه اکنون انجام می دهند حل کنند و به مرور زمان جامعه متحول می شد. اگر هنوز هم پیرو کنترل بیرونی هستید، و من میدانم که برای آنکه که متقاعد شوید در جهت تئوری انتخاب تغییر رویه دهید چیزی بیش از مطالعه این کتاب لازم است تمام وجودتان فریاد میزند که من خواستش را نمیپذیرفتم اگر او می توانست این کار را بکند دیگر در تمام خوابگاه سنگ روی سنگ بند نمی شد. هر طور شده به اون نشان می دادم که در اینجا چه کسی کنترل اوضاع را در دست دارد و مجبورش می کردم مقررات را رعایت کند. اما مادر خوابگاه کاری کرد که کاملا از تئوری انتخاب نشأت میگرفت و به ترسی کمک می کرد تا با خشم خود کنار بیاید و زندگی جدیدش را در خوابگاه بپذیرد. اگر ترسی برای مدرسه مشکل دیگری هم ایجاد می کرد، برایش تکرار می کردیم. چطور از یکی از دخترانی که مایل بودن بدانند تو چه کار می کنی یا حالت رو می بخوام بیاد اینجا و به تو در کارهات کمک کنه. از نظر من ایرادی نداره ولی او خودش باید تخت رو مرتب کنه. من برای کسی تخت مرتب نمی کنم. حالت خصومت تورسی کمی فروکش کرده بود. او دیگر فهاشی نمیکرد چون مادر خوابگاه به تهدیداتش توجهی نمیکرد. مادر خوابگاه فقط نشان داد مایل است به او کمک کند. اما تخت باید مرتب می شد و مادر در این خصوص کوتاه نمی آمد و در این حال نگفته بود من اینجا دستور میدم و بهتر از تخت خوابت را مرتب کنی اگر چون این چیزی میگفت ترسی بیش از اینها درد سرساز میشد و بیشتر از دیگران فاصله میگرفت مادر خوابگاه اتاق را ترک کرد و آن دختری که صحبتش را با ترسی کرده بود وارد اتاق شد. میدونم اسم ترسیه. منم جیل هستم. شنیدم ناراحتی. میتونم کمکت کنم؟ از اینجا متنفرم. من از مرکز اصلاح و تربیت نوجوانان بیزار بودم. هرگز فکر نمی کردم کارم به اینجا کشیده بشه. خیلی حالم گرفته. چطور اینجای لعنتی رو تحمل می کنید؟ منم اول که اومده بودم حال تو رو داشتم ولی باید بگم اونقدر هم بد نیست. اینجا از مرکز اصلاح و تربیت و دیگر مراکز نگهداری خیلی بهتره. تمام دخترای این مدرسه قبلا به مرکز اصلاح و تربیت میرفتن و بعد از اونجا به ونتورا منتقل می شدن. وادارت می کنن که بری مدرسه؟ من از مدرسه رفتن متنفرم. نه، به هیچ کاری مجبورت نمی کنن. اما همه ما به مدرسه میریم. شاید عجیب به نظر برسه ولی خودمون کارهامون رو انجام میدیم. منظور دینه که مجبورت نمیکنن این تخت خواب را مرتب کنی یا به مدرسه بری؟ ولی شماها خودتون این کار رو میکنید دستم انداختی؟ معلومه که خودم میرم مدرسه بهتر از اینه که تمام روز در خوابگاه بیکار بنشینم. مدرسه رو دوست دارم. برنامه های جالبی داره به ما آرایشگری یاد میده. اگه بخوای میتونم موهات رو آرایش کنم. کمک کردن دختران به یکدیگر تکنیک بسیار موثریه. ما در وینتورا همیشه اول از آن استفاده میکردیم. این تکنیک بسیار موثرتر از کارهایی است که مدارس و موسسات دیگر انجام می دهند. چون کارکنان این موسسات از کنترل بیرونی استفاده می کنند که معمولا اوضاع را خرابتر می کند. ولی ما همانند مدرسه هانکینگتون وودز و کاری که در مدرسه شواب انجام دادیم به دخترها کمک کردیم تا تئوری انتخاب را بیاموزند. راستشو بخواهی سر در نمیارم. از چی سر در نمیاری؟ این تخت خواب لعنتی هنوزم دوست ندارم اونو مرتب کنم پس بشین و بذار من برات مرتبش کنم کار مهمی نیست میتونیم با همون رو مرتب کنیم زود باش که من خیلی گرسنمه اگه زودتر نجنبیم غذا تموم میشه آن دو تخت خواب رو با هم مرتب کردن و رفتن تا صبحانه بخورن مادر خوابگاه هیچ چیز نگفت به جز اینکه با تعارف یک فنجان قهوه به او خوش آمد گفت و سپس از او پرسید سیگار میخواد آن روزها تمام دختران و اکثر کارکنان مدرسه سیگار میکشیدند و سیگار کشیدن بعد از غذا در سایر اوقات آزاد بود هر یک از کارکنان و دختران می توانستند روزی هشت نخ سیگار بکشند در بنتورا کارکنان هیچ گونه امتیاز ویژه ای نداشتند وقتی به تئوری انتخاب فکر می کنید این صحنه را همواره به یاد داشته باشید اگر تقریبا همه افراد جامعه بتوانند آنچه ما در ونتورا انجام دادیم را خوب درک و با آن موافقت کنند و در شرایط دشوار مشابه تا حدودی از تئوری انتخاب استفاده کنند کارهای دیگری که برای ساختن یک اجتماع مطلوب باید انجام شود آسانتر سامان میگیرد یک اجتماع یا محله مطلوب چگونه اجتماعی است همه ما آنقدرها با روانشناسی کنترل بیرونی زندگی کرده ایم که تصور زندگی بدون آن برایمان دشوار باشد. اجازه دهید دوباره به آن دختر مدرسه ونتورا برگردیم. ترسی در پایان روز به گروه پیوست و دیگر نیازی نبود کسی تنبیه یا تهدیدش کند. مشکل حل شده بود. ما می توانستیم ماهای متوالی با خشن ترین دختران کالیفرنیا سر کنیم بدون آن که با آنها مشکل خاصی داشته باشیم به جز مسائل رایجی که عادی بود و گاه پیش می آمد با این همه اگر از آن مدرسه دیدن می کردید متوجه کاری که ما انجام داده بودیم نمی شدید شما فقط تعداد زیادی دختر نوجوان شاد می دیدید و مانند خواهر خانم من با صدای بلند می پرسیدید پس دختران بزه کار کجایند؟ شما هم اگر در یک محله مطلوب قدم بزنید احتمالا با شگفتی میپرسید چرا این محله اینقدر خوبه؟ و حتی اگر در یکی از این محلات زندگی کنید با تعجب خواهید پرسید چرا این محله اینقدر متفاوته؟ تغییر انجام شده بسیار ظریف است ولی می توانید آثار آن را ببینید. خیابان ها تمیزند و مردم مهربان ترند. اگرچه کمی زمان می برد ولی ترسی که همواره وجود دارد حتی در محله کوچکی مثل کورنینگ کاهش خواهد یافت. کسی که از محله کوچک دیگری می ممکن است سریعتر به این موضوع توجه و دربارش اظهار نظر کند. مردم در چنین محله به دنبال تغییرند و روزنامه ها گزارشگران خود را برای پرسجو در خصوص این تغییرات میفرستند. به نظر من اگرچه این تغییرات زمان می برد ولی اگر مردم به اندازه کافی از تئوری انتخاب استفاده کنند بسیار زودتر متوجه این تغییرات خواهند شد اگر مدارس هم تصمیم بگیرند در جهت مدارس کیفی گام بردارن آنگاه دانش آموزان، معلمان و والدین هم متوجه این تغییر خواهند شد اگر با معلمی که در یک مدرسه کیفی کار می کند حرف بزنید به شما خواهد گفت همه خوشحال ترن. شاگردان بیشتر کار می کنند و تدریس نشات آورتر از گذشته است. بازدید کنندگان از مدرسه هم مثل بازدید کنندگان هانتینگتون وودز خواهند گفت چرا مدارس دیگر مانند این مدرسه نیستند؟ اگر وایومینگ در میشیگان به سوی تبدیل شدن به یک محله مطلوب حرکت می کرد و معلمان مدارس دیگر هم تئوری انتخاب را می آموختند، البته نه به عنوان یک برنامه آموزش ضمن خدمت بلکه بخشی از یک برنامه آموزشی مربوط به کل اجتماع و محله حرکت به سوی تبدیل مدارس به مدارس کیفی امری طبیعی تلقی می شد. اکنون سه سال است که هانکتینگتون وودز یک مدرسه کیفی است. مردم از تمام نقاط جهان از آن بازدید می کنند ولی هیچ مدرسه دیگری در آن محله سعی نکرده است در این جهت حرکت کند. به همین دلیل ما نیازمند محله کیفی و مطلوب هستیم. در محله مطلوب خشونت خانگی کاهش مییابد و اگر هم خشونت خانگی رخ دهد ده میتوان برایش کار موثری انجام داد. کاری شبیه آنچه در برنامه گام اول در فستوریای اوهایو انجام می که در فصل هشت دربارهش توضیح دادم. ولی محله مطلوب خودش را به تلاش خوب این برنامه محدود نمی کند. چون برنامه گام اول مربوط به زمانی است که خشونت خانگی رخ داده است در یک محله مطلوب که در آن بسیاری از همسران مشغول آموختن تئوری انتخاب و دایره حل اختلاف هستند از بسیاری اختلافات زن و شوهرها که بعدها باعث بروز خشونت خواهند شد پیشگیری می شود. اگر خشونت خانگی به سطحی برسد که به مداخله پلیس منجر شود آنگاه به زوجها توصیه می شود در برنامه گام اول شرکت کند و قاضی به جای زندانی یا جریمه کردنشان از آنها می خواهد در یک تصمیم اصلاحگرایانه در برنامه شرکت کنند. نکته اساسی در خصوص تمام خشونت ها مداخله زودهنگام است. مداخله پیش از آن که کسی آسیب ببیند. حکم زندان باید آخرین چاره قاضی باشد. مداخله تربیتی و غیر تنبیهی بهترین شکل مداخله است. لازم نیست که زوجها حتما چگونگی استفاده از تئوری انتخاب را بیاموزند. تمام کاری که باید انجام دهن این است که با هم آن را یاد بگیرند. چگونگی استفاده از آن برایشان روشن می شود و آموختن کیفیت کارگیری آن بخشی از تجربه یادگیری آنها خواهد شد. در محله مطلوب به محض آنکه کسی متوجه شود با کودکی در منزل بدرفتاری می شود یا کودکی در مدرسه یا جامعه سازگاری لازم را ندارد اطلاعاتش به منزله یک فوریت اجتماعی تلقی می شود. اکثر نوجوانانی که مشکلات جدی ایجاد می چنانچه از سوی اجتماع شناسایی شوند دیگر جرمی مرتکب نخواهند شد. کمک های زود هنگام هم از رنج و درد فراوان پیشگیری و هم در حزینه های جامعه صرف جویی می کند. ای که من از آن می نگرم این است. به محض اینکه تعداد زیادی از افراد جامعه چه متخصصان و چه غیر متخصصان با تئوری انتخاب آشنا شوند و به زبانی مشترک دست یابند اجتماع و محله شکل می گیرد که بلا فاصله پس از شناسایی چنین کودکانی در اسرع وقت به آنها رسیدگی می شود. من و کارولین هر دو مشتاقیم در راه تحقق چنین آرزویی به طور دائم به علاقمندان مشاوره بدهیم. آنچه در حال حاضر جوامع و اجتماعات انجام می دهند عبارت است از زور و فشار یا قفلت و نادیده گیری که هیچ کدام موثر نیستند و اوضاع را بدتر می کنند. من نمی توانم راه برد خاصی را در این زمینه پیشنهاد کنم اما تئوری انتخاب راه های بسیار خوبی به دست می دهد که هر کسی که با کودک تحت بدرفتاری و ستم سر و کار دارد لازم است آنها را بداند. باید از پدر و مادرها خواسته شود تئوری انتخاب را یاد بگیرند یا اگر موضوع به دادگاه کشیده شود قاضی می تواند از آنها بخواهد برای آموختن تئوری انتخاب اقدام کنند اما از آنجایی که مردانی که در فستوریا با زنان خود بدرفتاری می کردن از این برنامه استقبال کردند احتمالا پدر و مادرها نیز از آن استقبال خواهند کرد کسانی که با تئوری انتخاب آشنا هستند میدانند هنگام بروز مشکلات می توانند برای آن راه حل خوبی پیدا کنند در جامعه مبتنی بر کنترل بیرونی با همه نیت خیری که داریم هنوز در کمک کردن به این کودکان ناموفقیم و گاهی هم حتی به آنان آسیب میرسانیم همچنین در یک محله مطلوب که امواج تئوری انتخاب مدارس و منازل آن را فرا میگیرد تعداد این کودکان به کمترین مقدار ممکن کاهش مییابد در نتیجه بیشتر میتوانیم به آنها رسیدگی کنیم هرچه افراد جامعه بیشتر از تئوری انتخاب در زندگی خود استفاده کنند هزینه های پزشکی به تدریج کاهش خواهد یافت بسیاری از افرادی که به خاطر سردرد و دردهای دیگر خستگی و بیماری های مزمن به دنبال مراقبتهای پزشکی می در واقع از اثرات مخرب روانشناسی کنترل بیرونی به ویژه از روابط ناخشنود و ناکارآمد ناشی از این روانشناسی رنجورند. در یک محله مطلوب به افرادی که نیاز به خدمات پزشکی ندارند نیز فرصت آموختن تئوری انتخاب داده می شود. سرفجوی های حاصل از این یادگیری هم بسیار بیشتر از هزینه استفاده از این فرصت است زیرا تعداد مراجعات پزشکی و مصرف دارو کمتر می شود. می توان به پرستاران، مشاوران و گاهی پزشکان عمومی آموزش داد گروه های مطالعاتی تا پنجاه نفر را مدیریت کنند. تعداد مناسب برای هر گروه فقط در ضمن کار معلوم می شود. این یک برنامه ویژه ولی کم هزینه است که میتواند از طرف وزارت بهداشت اجرا شود تا کارآمدی و اثر بخشی این برنامه روی افراد دردمند مبتلا به بیماری های مزمن افزایش یابد. البته باید تذکر بدهم این پیشنهاد نمیتواند جای درمان پزشکی یا مشاوره فردی را بگیرد ولی نیاز به هر دو را کم و صف لیست انتظار را تر می کند. این پیشنهاد به خصوص استفاده از روش های مانند امارای و دیگر اسکنها و عکس برداری های پزشکی را که غالباً روی بیماران رنجور مزمن اجرا می شود کاهش می دهد. همکنون برای درمان افراد تنها و بیکس مبالغ زیادی هزینه می کنیم به این خاطر که فکر می کنیم آنها بیمارند. اگر این افراد تئوری انتخاب بیاموزند هزینه‌ای که میپردازیم به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت و تئوری انتخاب به بسیاری از آنها بیش از آنچه اکنون کمک دریافت می‌کنند میتواند خدمت کند هنگامی که برنامه به ایشان کمک کرد بعدها خودشان بزرگترین مبلغان و حمایتگران برنامه خواهند شد اگر وزارت بهداشت میخواهد خدمات بهتری ارائه کند اجرای این برنامه باعث می شود پزشکان وقت آزاد بیشتری داشته باشند تا صرف بیماران دیگری مثل سرطانی ها یا بیماران قلبی کنند که نیاز بیشتری به توجه مدام پزشکان و پرستاران دارند. اگر یک پزشک بتواند پنج دقیقه وقت بیشتر به بیمار خود در بخش مراقبت های ویژه اختصاص دهد هم خودش مهربان و مشفق جلوه می کند و هم جلوی بسیاری از نارضایتی های بیماران و خانواده هایشان را می گیرد که فکر می کنن مورد قفلت و بیتوجهی قرار گرفتند. بهترین بخش چون این برنامه اجتماع مداری این خواهد بود که این نوع بیماران را از دیگران متمایز و جدا نمی کند بلکه به آنها می گوید آنچه اکنون می آموزند با آنچه دیگر افراد جامعه یاد می گیرند تفاوت چندانی ندارد. همگی این برنامه را می آموزند. در یک محله مطلوب پلیس و کارکنان مراکز اصلاح و تربیت مثل زندانها و بازداشتگاه ها فرصت آشنایی با این افکار را خواهند داشت تا بتوانند در کارشان از آن استفاده کنند و همچنین به کسانی که با آنها سر و کار دارند این ایده ها را بیاموزند. برای مثال معمور مبارزه با مصرف مواد مخدر می تواند در گفتگوهایش با دانش آموزان در زمینه اجتناب از مصرف مواد مخدر از تئوری انتخاب هم استفاده کند. در محله مطلوب معموران نظارت بر جرم و مسئولان پیگیری افراد با آزادی مشروط به افراد تحت نظر خود تئوری انتخاب آموزش می دهند. و پس از آن که این تئوری را به آنها آموختند چیز مثبتی دارند که درباره آن با هم گفتگو و دربارهش فکر کنند در چنین اجتماعی خلافکاران یا کسانی که آزادی مشروط دارند به صورت فردی یا در شکل گروه های کوچکی که معمور نظارت سرپرستی و هدایت آنها را بر عهده دارد این کتاب را مطالعه می کنند. یک داوطلب که بر مفاهیم و مطالب این کتاب خوب تسلط دارد نیز میتواند با مأمور نظارت همکاری کند بسیار خوب از افراد مجرم و کسانی که به قید زمانت آزاد شدهاند عضوی از اجتماع را ببینند که دوست دارد این مفاهیم را به آنها آموزش دهد اگر افرادی که به قید زمانت آزادند یا مجرمانی که تازه از زندان آزاد شدند و باید تحت نظارت معمور پلیس باشند متعهل باشند می توان از آنها خواست این کتاب را با همسرانشان مطالعه کنند و ایشان را نیز با خود به جلسات مباحثه گروهی بیاورند. مهم نیست خواندن کتاب و شرکت در گروه را با صداقت انجام دهند یا فقط برای رفع تکلیف یا استفاده جانبی این کار را بکنند. هر دو به یک اندازه مؤثر خواهد بود. برخی از دختران در مدرسه ونتورا به من می گفتن در این برنامه شرکت می کنم ولی شما هرگز نمی توانید مرا تغییر دهید. من هم می گفتم قبوله. با خوب رفتار کردنت به من کلک بزن. برای من تفاوتی نداره. چند ماه بعد با لبخند می گفتن می دونستی این اتفاق رخ میده مگه نه؟ و من پرسیدم چه اتفاقی افتاده؟ و همگی با هم میخندیدیم. قضات در اجتماع مطلوب انتخاب و گزینه جدیدی برای صدور حکم مجرمان خواهند داشت. گزینه جدیدی که از افتادن متخلفان غیر پرخاشگری که برای اولین بار دست به خلاف زدن در مرحله برنامه های تعدیبی جلوگیری می کند. برنامه هایی که به جای اصلاح بدترشان می کند. قضات می توانن حکم ساده درباره آنها بدهند. این کتاب را بخوانند و در گزارشی توضیح دهند اگر به طور مشروط و با زمانت آزاد شوند نظریات مطرح شده در این کتاب را چگونه در زندگی خود به کار می شاید با این عمل در مسیر فکری جدیدی قرار بگیرن. ما اکنون به جز کنترل بیرونی چیز دیگری نداریم و آن نیز فضای غیر انسانی را در زندانها پدید آورده است. می توانیم برای بخش خدمات زندان های باز و مراکز اصلاح و تربیت نوجوانان این فرصت را فراهم کنیم تا این کتاب را بخوانند و به عنوان پاداشی برای رفتار خوبی که انجام می دهن به آنها این فرصت را بدهیم که در بیرون از زندان در گروه های بحث و گفتگویی که تشکیل می شود شرکت کنند. اگر هم سواد خواندن و نوشتن ندارن یا نمیتوانن خوب بخوانن میتوانن به کسی که این کتاب را بلند میخواند یا به فایل صوتی این کتاب گوش دهند بسیاری از زندان ها یک نواختی حبس را دوست ندارن و فرصت شکستن این یک نواختی را مقتنم می شمارن. آنها نیز خواهند دانست که با خواندن کتاب کار عجیب و خارق العاده و این کار در کل اجتماع در حال انجام است و این باعث می شود موضوع را بهتر بپذیرند و مشارکت بیشتری بکنند. به همین ترتیب اگر برخی از آنها تحت مشاوره فردی قرار بگیرند و بخواهند مشاوره دریافت کنند چون تئوری انتخاب را میدانند مشاوره با آنها موثرتر خواهد بود بهترین گروه غیر متخصص آموزش دیده در زمینه تئوری انتخاب که تا کنون دیده ام گروهی متشکل از پانزده زندانی بود که در یک بازداشتگاه در اوکلاهاما محکومیت طولانی مدت داشتند. آنها آموختن مفاهیم تئوری انتخاب را یک کار اجباری تلقی نمی کردن و به کارگیری این ایده ها را دوست داشتند و می گفتن در محیط پر استرسی که زندگی می کنن و برخی باید تمام عمرشان را در آنجا بگذرانند به کارگیری این ایده ها بسیار کمکشان می کند. باز هم تکرار می کنم تنها کاری که لازم است انجام دهیم آموزش تئوری انتخاب به افراد و سوال از آنهاست که چگونه از آن در زندگی خود استفاده خواهند کرد. در محله و اجتماع مطلوب گفتگوی زیر در دیدار عادی بین افسر مسئول نظارت بر رفتار افراد آزاد شده به قید زمانت و مرد جوان 20 ساله‌ای که پس از 26 ماه حبس به خاطر کیفزنی و حمل مواد مخدر دستگیر شده است ممکن است انجام شود اگر جوان رفتارش را تکرار کند و دوباره دستگیر شود مجازاتش سنگین تر خواهد شد با چهار یا پنج جرمی که در نوجوانی مرتکب شده و جراحتی که در جریان دعواهای گروه های خلافگار داشته و جراحی روی بدن تا کنون بیش از 75 هزار دلار برای جامعه هزینه در برداشته است. البته این به غیر از هزینه حبس شدنش در زندان ایالتی است. او به غیر از مالیات هایی که بابت خرید اجناس می پردازد باید مالیات بر درآمد نیز به جامعه بپردازد. اگر روش متفاوتی در برخورد با او به کار نرود احتمال بازگشت او به زندان بسیار زیاد است افسر مسئول سر صحبت را این گونه با او باز می کند. می دونی از تو چه انتظاری میره؟ بله، اجتناب از مواد مخدر، مشروب، گزارش به موقع دوری کردن از دوستان قدیمی و سر کار رفتن و همچنین اینجا هم به موقع حاضر شوم. و آمادگی برای آزمایش ادرار هر زمان که ما بخواهیم و همچنین ارائه لیستی از شغلهایی که برایشان اقدام کرده ای. نگران نباشید من پاکم و میخوام کار کنم. خب هنوز هم چند دقیقه دیگه وقت داریم. فکر میکنی چطور میتونم به تو کمک کنم. میخوام هر کاری از دستم برمیاد رو انجام بدم تا تو از دردسر فاصله بگیری. اصلا نگران من نباشین حواسم جمعه در واقع نباید نگران باشم ولی هستم. همین الان نگرانت هستم. نگران چه چیزی هستی؟ گفتم که حواسم جمعه. نگران این هستم که الان به چه چیزی فکر می کنی؟ به چی فکر می کنم؟ به هیچی. خودت رو بابت فکر کردن من ناراحت نکن. من رو راهم. آیا تا به حال کتابی خانده ای و درباره آن حرف زده ای؟ کتاب؟ شوخی می کنی؟ تو عمرم کتاب نخوندم. فقط تا کلاس نهم درس خوندم همین کتابا بودن که جان مرا گرفتن شما درباره چی حرف میزنی دارم میگویم که من و تو چیزی نداریم که دربارهش با هم حرف بزنیم اینکه بگویی من هیچ مشکلی ندارم مثل اینه که هیچ چیز به من نگفته باشی سواد خوندن که داری بله که دارم ولی اگر فکر میکنی مرا به کالج بفرستی در اشتباهی میخوام بدونی که من از اون سسولهای اهل کتاب نیستم همچنین از سسول هایی هم نیستی که خیلی زیاد بیرون زندان میمانند. آدم هایی که هرگز کتاب نمیخوانند زمان زیادی را در زندان میگذرانند. درباره چی حرف میزنی؟ بعضی از زندانها دائم کتاب میخونن و برخی هرگز از زندان آزاد نمیشن. این کتابها چه کمکی به اونا کرده؟ آنها کتاب نخواندند تا زمانی که وقتش را پیدا کردند. اگر تو هم دوباره به زندان برگردی ممکنه شروع کنی به کتاب خواندن. ولی من میخوام همین حالا شروع کنید. کاری رو بکن که تا به حال نکرده ای. رئیس شما اید. رئیس شمایید. کتابش رو پیدا کنید. خوندنش با من. مشکلی ندارم. نه من کتاب خاصی ندارم ولی یک گروه کتابخانی سراغ دارم. آنها درباره کتابی حرف میزنند که خیلی از آدم های این شهر مشغول خواندنش هستند. این کتاب مخصوص آدمهایی که در زندان بودن نیست مال همه گروهی از آدمای سوسول و من در یک گروه کتابخانی دستم انداختی شوخی میکنی نه شوخی نمیکنم این کاریه که دائما در اینجا جریان دارد فکر میکنم رفتن به آنجا بسیار برات جالبتر از حرف زدن با من باشه همش به خاطر خود توست واقعا همینطوره منظورت از به خاطر منه چیه وقتی در گروه شرکت کنی خودت میفهمی همکنون دارم یک گروه تشکیل میدم هفته ی ای آینده به من زنگ بزن به تو میگم کجا بری. باید این کارو بکنم؟ با باید این کارو بکنی. با وگرنه بازداشتم میکنی؟ اینجور بگویم که اگر این کار رو بکنی خیلی بهتر با هم کنار میاییم. گروه هفته یک مرتبه برای دو ساعت دور هم جمع میشن. عضو جدید میگیرن. چهار جلسه شرکت کن اگر نخواستی ادامه نده. من به حرفات گوش میدم. چطوره؟ این کار رو میتونم یک فعالیت اضافه بر آنچه یک افسر نظارتگر انجام میدهد باشد بار دیگر تکرار میکنم که زنان و مردانی که در این برنامه شرکت میکنند خوشنود خواهند بود که ببینن از دیگران متمایز نیستند و در برنامه درمانی خاصی قرار داده نمیشوند آغاز کار گامهای اولیه از آنجا که تا کنون محله یا اجتماع مطلوب خاصی بر اساس تئوری انتخاب تشکیل نشده است ملاک عمل دقیقا همان کارهایی خواهد بود که در کورنینگ انجام می دهیم. کسانی که گروه اولیه را تشکیل می دهند از اهمیت خاصی برخوردارند. حال اگر آنها معتمدان محل باشند، رسانه های گروهی از آنها سوال خواهند کرد و اگر پاسخهایشان قویان از این برنامه حمایت کند، احتمال موفقیت آن زیاد است. کمیته کورنینگ موافقت کرد حداقل 100 نفر را که بیشترشان از معتمدان و مسئولان محله بودند تشویق کند این کتاب را بخوانند همین گروهی که قرار است با من و کارولین جلسه آموزشی داشته باشند تا آن زمان بهترین راه متقاعد کردن افرادی که برای شروع کار به وجودشان نیاز داریم این است که با هر کسی که با مردم محله در تماس است شروع کنیم در این مرحله مقدماتی کمیته مورد نظر می تواند به سراغ روحانیونی برود که می توانند این موضوع را با خادمین خود در میان بگذارند. پیام بسیج کردن مردم جامعه به دور هم برای گروه های مذهبی بسیار مناسب بوده و با ویژگی های آنها هماهنگ است. می توانم حتی تصور کنم کمیته به گروه های خدمات اجتماعی و خیریه ها یا حتی به تهیه کنندگان برنامه های رادیوی محلی مراجعه کنند. اگر در محله مکانی وجود دارد که مردم مدام گرده هم می آن مکان محل خوبی برای توضیح این فرایند و چگونگی شرکت علاقمندان در این گروه اولیه است. ولی به نظر من افراد معروف و مقامات بالای محلی را باید معتمدان و رهبران محلی که سابقه آشنایی دارند به این کار دعوت کنند در کورنینگ دو خانم که از قبل کمی در خصوص تئوری انتخاب آموزش دیده بودند موافقت کردند برنامه را برای گروه های علاقهمند توضیح دهند در تمام آمریکا کانادا و همچنین چند کشور دیگر هم افرادی آموزش دیده را در زمینه بکارگیری تئوری انتخاب داریم اطمینان دارم این افراد آمادن تا به هر اجتماعی که میخواهد این برنامه را شروع کند کمک کنند. بهتر از اعضای گروه اولیه این کتاب را دو به دو بخوانند و ضمن خواندن با هم مباحثه کنند. ساده ترین حالت آن یک زن و شوهر است. در هر گروه دو نفری بهتر آن است که موافقت کنند یکی یا هر دو نفرشان در اولین جلسه عمومی شرکت کنند. اما هر کس دیگری هم که کتاب را خوانده باشد که امیدوارم در میان آنها ارباب جراید و رسانه های جمعی نیز باشند می تواند در این جلسه شرکت کند چگونگی ترکیب اولین گروه بر عهده کمیته است اما به نظر من بهتر است افراد زیر در گروه اولیه حضور داشته باشند یک کسانی که بخشی از ساختار قدرت سیاسی هستند مانند شهردار اعضای شورای شهر فرماندار مقامات محلی، استانی و رهبران احزاب سیاسی. دو، کسانی که جزی از ساختار اداری و مدیریت نیروی انسانی هستند مانند نمایندگان اتحادیه های کارگری، سازمان های رفاهی، بخش تجارت خصوصی، بانکها، ها، شرکت های بیمه، مشاوران املاک و کتاب فروشی ها. سه، مدیران و خبرنگاران روزنامه ها و رادیو تلویزیون. چهار رهبران دینی 5. قضات دادگاه های نوجوانان، بزرگ سالان، دادگاه خانواده، مسئولان مراکز اصلاح و تربیت و امور زندان ها 6. نمایندگان مؤسسات خدمات اجتماعی، رفاهی و امور خیریه، مدیریت و سازمان پارک ها و مسئولان امور ورزشی و تفریحی 7. مدیران آموزشی در تمام سطوح از پیشتبستانی، تا مدیران دانشکده ها و دانشگاه های دولتی و غیر دولتی و نیز تعدادی از نمایندگان دانش آموزان در مقاطع سوم و چهارم دبیرستان. 8. جامعه پزشکی و انجمنهای روانشناسی و مشاوره از جمله مدیران سازمانهای مراقبت و کنترل یا سازمانهای حفظ و ارتقای بهداشت پزشکان پرستاران کاردرمانگران ارتوپت ها، مشاوران، روانشناسان و مددکاران اجتماعی که در بخش های دولتی یا خصوصی کار می کنند. 9. نمایندگان نیروی انتظامی و آتش نشانی 10. شهروندان علاق به فعالیت های اجتماعی مثل امور هنری، فعالان محیط زیست و طرفداران آزادی های مدنی 11. نمایندگان گروه های زنان، گروه های حقوق مدنی، گروه های پرنفوز و عقلیت ها، گروه های مربوط به بازنشستگان و سالخوردگان و دیگر انجمن های ادبی هنری یا مذهبی دوازده نمایندگان باشگاه ها و انجمن های خدماتی خاص مثل انجمن بیماران کلیوی یا انجمن فارغ تحصیلان دانشگاه سیزده گروهی از افراد شکاک و سنتی قرقروها منفی بافها آیه ها و ایرادگیرهایی که کتاب را خوانده باشند چهارده هر کس دیگری که فکر می کند حضورش می تواند مؤثر باشد. اگر در محله کورنینگ کار خوب پیش برود به هر گروهی که می خواهد این فرایند را در پیش بگیرد توصیه می کنم به کورنینگ بیاید و با مردم این محله صحبت کند. در اولین نشست خود در کورنینگ طرحی را تدوین می کنیم تا تعداد زیادی از مردم متقاعد شوند این کتاب را بخوانند. فکر می کنم این گرایش فکری به خواندن کتاب در کورنینگ وجود دارد. زمستان سرد کورنینگ هم از این جهت که باعث مطالعه بیشتر می شود به نفع ماست. گروه های کتابخانی مرحله آموزش مستمر با فرض اینکه به واسطه 100 نفر از رهبران و دیگر کسانی که برای شرکت در کنفرانس مقدماتی کتاب را خواندند از حمایت اجتماعی خوبی برخوردار خواهیم بود. این راه خوب برای تشویق دیگر افراد جامعه به خواندن کتاب آن است که در اولین جلسه گروههایی از کتابخانان داوطلب تشکیل دهیم این داوطلبان هرچه سرشناس و محترم تر باشند به برنامه کمک بیشتری خواهند کرد برای مثال مشارکت رئیس کلانتری محل در این گروهها و بر گرفتن رهبری یکی از گروههای مطالعاتی برنامه را با توفیق بیشتری همراه می کند. به این ترتیب رئیس کلانتری راحتتر می تواند از پرسنل خود بخواهد در این گروهها شرکت کنند البته هیچ کس را نباید برای شرکت در گروه ها تحت فشار بگذاریم. در محله و اجتماع مطلوب جایی برای استفاده از کنترل بیرونی نیست. لازم نیست راهبران اولیه این گروه های کتابخانی افراد متخصص باشند. آنچه لازم دارن کمی شوخ طبیعی و مهارت های ارتباطی با مردم است. بسیاری از آنها را می توانیم در بین بازنشستگان پیدا کنیم. سالخوردگی و پیری نمی تواند توجیهی برای فرد بازنشسته باشد تا از مغز سالمی که دارد استفاده نکند. حضور در این گروه ها از بهترین راه های استفاده از مغز است. اگر بتوانیم از گروه برنامه ریزی اولیه که حدود 100 نفر هستند ده رهبر برای گروه های مطالعاتی پیدا کنیم و هر یک از آنها ده نفر از افرادی که دوست دارند در آینده رهبر چنین گروههایی شوند را هدایت کنند شروع بسیار خوبی خواهد بود حتی قبل از برگزاری جلسه نیز اعضای گروه اولیه که از قبل علاقمند به رهبری گروههای کتابخانی باشند باید گروههای خود را تشکیل دهند در این گروه اولیه و در دیگر گروه هایی که بعدا تشکیل می شود رهبران ذاتی خود به خود مشخص می شود و ایده های مورد نظر همچون موج همه جا را فرا می گیرند. خود گروه ها در خصوص مدت برقراری جلسات تصمیم خواهند گرفت. موضوعی که احتمالاً به فراخور ترکیب گروه درباره آن تنوع آرا وجود خواهند داشت. حتی وقتی گروه های کتابخانی کار خود را انجام می دهند، افرادی که فکر می کنند می خواهند گروه خاص خود را تشکیل دهند می توانند دور هم جمع شوند و گروه خود را داشته باشند. حتی می توانم تصور کنم افراد حاضر در گروه علاقه مندان شرکت در این برنامه را به جلسه دعوت می کنند تا به چشم خود ببینند چه اتفاقی در حال وقوع است. با ادامه یافتن جلسات و تشکیل مداوم گروه ها باید یک دفتر اطلاع رسانی و هماهنگی مجهز به تلفن و کامپیوتر شکل بگیرد تا کسانی را که دوست دارند در گروه های کتابخانی شرکت کنند ثبت نام نمایند این دفتر همچنین امور گروه ها و رهبران را پیگیری می کند. از اطلاعات مربوط به ثبت نام کننده ها برای تشکیل گروه های مشابه می توانیم استفاده کنیم اما چگونگی کار و درستی برگزاری در فرایند انجام و برگزاری آن مشخص می شود. در شروع ممکن است گروه ها خیلی متنوع و نامتجانس باشند ولی با مشخص شدن رهبران گروه ها متجانستر خواهند شد. دانش آموزان دبیرستان ها را نیز باید در گروه ها شرکت داد که این کار می تواند بخشی از کلاس های انگلیسی یا مطالعات اجتماعی یا نوع خدمات اجتماعی برای آنها دانسته شود. اما باید فرصت آشنایی با این ایده ها را برای تمام دانش آموزان فراهم ساخت. دبیرستانی ها را می توان در گروه های کتابخانی، با بزرگسالان در یک گروه قرار داد تا احساس کنند با آنها به دیده احترام و به عنوان فردی رشد یافته رفتار می شود. اما از هیچ دانش آموزی نباید بدون اجازه والدینش بخواهیم این کتاب را بخواند. کتاب فروشی هایی که این کتاب را می فروشن باید تشویق شوند تا پستر یا اعلامیه ای را در ویترین یا داخل مغازه خود نصب کنند تا مردم بدانند در کورنینگ چه می گذارد. و همچنین جزواتی را در اختیار مردم بگذارند تا علاق مندان و به ویژه خریداران این کتاب بتوانند در این طرح شرکت کنند. کتاب فروشی ها می توانند در جهت همکاری با کمیته اولیه جلسات بحثی را درباره این کتاب تشکیل دهند. برخی از گروه ها می توانند شامل افرادی باشند که این کتاب را خواندند ولی می خواهند همچنان در جلسات گروهی شرکت کنند. برخی گروه های دیگر نیز مخصوص تازه واردان است. در سالهای اول نشست های مربوط به برنامه ریزی های کوچک یا بزرگ به صورت دوره های با حضور من و کارولین برگزار خواهد شد تا ما هم بتوانیم در حین مشارکت چیزهای جدیدی بیاموزیم. مرحله اجرا اجرا و به کارگیری اصلی این برنامه مربوط می شود به افراد گروه های عادی. چرا که هر فرد تئوری انتخاب را فقط برای بکارگیری در زندگی شخصی خود یاد میگیرد سپس گروه مطالعاتی خاص مثل گروه های مدارس که از دانش آموزان، معلمین و والدین تشکیل می شود به صورت مستقل یا با هم تئوری انتخاب را می آموزند که این البته بخشی از برنامه مدرسه برای تبدیل شدن به یک مدرسه کیفی است. گروه های مطرح دیگر می توانند پرسنل نیروی انتظامی، معموران و کارکنان مراکز اصلاح و تربیت، امور زندانها، سیاستمداران، سیاست مداران، مدیران دولتی، متخصصان امور بهداشتی، دستندرکاران امور تفریحی، کارکنان خدمات اجتماعی، وکلا و مسئولان قوه قضایی باشند. البته این فهرست همچنان می تواند ادامه داشته باشد. حتی میتوان توان تصور کرد گروهی از افراد بی خانمان برای غذا خوردن دور هم جمع شوند و درباره مفاهیم این کتاب بحث کنند. بچه مشترک تمام این گروه ها این است که درمانی نیستند و هدف اصلی آنها آشنایی اعضای گروه با تئوری انتخاب و استفاده از آن در زندگی شخص و محیط کار است. تقریبا تمام گروه های عادی را داوطلبان و گروه های خاص را افراد متخصص اداره می کنن. که در صورت نیاز از داوطلبان کمک می گیرد. بخش دیگر اجرای این برنامه هم معرفی تئوری انتخاب به متخصصانی چون روانپزشکان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی، مشاوران ازدواج، مشاوران برنامه های کمک به کارمندان، مشاوران ترک اعتیاد و مواد مخدر، و روحانیانی است که کارهای مشاوره مذهبی اجتماعی انجام می دهد و به تئوری انتخاب علاق مندن ولی در گروه های کتابخانی عضویت ندارند. من در کورنینگ برای عدهای از این متخصصان که این کتاب را نخواندهاند توضیح خواهم داد تئوری انتخاب را چگونه با واقعیت درمانی تلفیق کنند پس از توضیحاتم در صورتی که تمایل بیشتری به آموزش داشته باشند می توانند با مؤسسه ویلیام گلسر که در سراسر سر دنیا چنین آموزش های ارائه می کند تماس بگیرند. هزینه اجرای این برنامه به استثنای آموزش حرفه‌ای که اختیاری است برای هر اجتماع و محله بسیار اندک است. چون گروه کتابخان که محور اصلی این برنامه به شمار می رود از کارکنان داوطلب سازمان است که در برنامه مشارکت فعال دارند. به این ترتیب تنها مخارج اندکی که وجود دارد مربوط به تشکیل و اداره گروه های مطالعه برای افراد غیرخاص یا عادی است. وانگهی هر دلاری که جامعه برای آنچه من پیشنهاد می کنم هزینه کند ده برابر آن در مخارج دیگر صرف جویی خواهد شد. زمنین که احساس ناخشنودی و فلاکت افراد جامعه نیز به شدت کاهش مییابد بیشترین تاثیر این برنامه بر زندگی شخصی هر فرد شرکت کننده است. هر فرد و خانواده‌ای که تئوری انتخاب را میآموزد شانس و فرصت خوشنودی و رضایتمندی از زندگی خود را افزایش می‌دهد. در عین حال میتوانیم کاهش مشکلاتی چون بیماری، خشونت خانگی شکست تحصیلی، بزهکاری جوانان و بزرگسالان، سالان، های خانوادگی و طلاق، ناراحتی در محیط کار و مصرف مواد مخدر را نیز به طور مشهودی شاهد باشیم. همکنون برخی از این آمارها در دست تهیه است. کمیته کورنینگ برای اجتناب از حدس و گمان موافقت کرده است محققی را استخدام کند تا فواید این برنامه بر محله و اجتماع کورنینگ را بررسی کند. و کارآمدی آن را مشخص نماید این پژوهش می تواند برای دانشجوی دوره دکترای علوم اجتماعی که زیر نظر اساتید متخصص این نو تحقیقات کار می کند یک طرح پژوهشی جذاب باشد هنوز کارهای زیادی است که باید انجام شود ولی من و کارولین از اینکه چنین فرصتی در اختیارمان گذاشته شده است خوشحالیم و آنچه از دستمان براید را انجام می دهیم. این یک طرح آزمایشی است. هدف ما این است که به محله ها و اجتماعات دیگر نشان دهیم با همکاری یکدیگر می توانیم خط مستقیم نمودار پیشرفت انسانی را به سمت بالا حرکت دهیم. زمان آن رسیده که این خط رشد سعودی پیدا کند. در اول اکتبر 1998 پروژه محله مطلوب کورنینگ در نیویورک آغاز به کار کرده است. نام آن پروژه انتخاب است و به عنوان یک طرح پنج ساله مدیر اجرایی و طرح تأمین سرمایه و طرح تجاری دارد. همکنون دو پژوهشگر برای پیگیری این پروژه ابراز علاقه کردند.